فیلم گریه های پزشکیان وسط سخنرانی و ماجرای قطع پخش زنده تلویزیونی و صدای آژیر خطر و خروج و فرار پزشکیان. سلام، همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. خب امروز جشنواره تعاونی های برتر با حضور رئیس جمهور مسعود پزشکیان برگزار شد و یکی از سخنران های اصلی این مراسم مسعود پزشکیان بود. در حاشیه این مراسم که در حال پخش زنده از تلویزیون هم بود، وسط صحبت های مجری یه دفعه آژیر خطر سالن به صدا در اومد و تیم سکیورتی رئیس جمهور وارد سالن شد و تحت پروتکل های امنیتیشون رو از سالن خارج کرد. که خب این برنامه در حال پخش زنده از تلویزیون هم بود و به یک بار پخش زنده سر این اتفاق قطع شد. اما دقایقی بعد مراسم به حالت عادی خودش برگشت و مجری دوباره ورود مسعود پزشکیان رو به حضار اعلام کرد و پخش زنده تلویزیون هم از سر گرفته شد. خیلی دقیق مشخص نبودش که این اتفاق سر چی افتاد، واقعا مشکل امنیتی و پروتکلی ایجاد شده بود یا حادثه دیگه بود، ولی خب مجری این برنامه اشاره داشت که مثل اینکه یه پرده توی یکی از سالن‌های مجاور آتیش گرفته و آژیر خطر به خاطر این به صدا در اومد. حالا مشخص نیست واقعا داستان این بوده یا چیز دیگه‌ای بوده. ولی رئیس جمهور دوباره به سالن برگشت و سخنرانی خودش رو هم در جمع تعاونی‌های برتر انجام دادش. پزشکیان توی قسمتی از سخنرانیش گفتش برنامه‌های خاص و ویژه‌ای برای تعاونی‌های مختلف توی کشور دارم، ولی ترجیح میدم هنوز این برنامه‌ها رو اعلام نکنم تا اگه به هر دلیلی قسمتی از اون اجرایی نشد یه سال دیگه یقه ما رو نگیرید بگید چرا کل چیزهایی که وعده داده بودی رو عملی نکرد. بریم هم این قسمت از سخنرانی پزشکیان رو گوش کنیم، هم لحظه به صدا در اومدن آژیر خطر و خروج پزشکیان از سالن و قطع پخش زنده رو. مسیحا نفسی می آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. صلوات عنایت بفرمایید. بله آقای دکترم تشریف آوردن، خیلی گرم و متعالی. بله الحمدلله شرایط خیلی خوبه. بله پرده هم که دیگه تمام شد، انشاءالله مراسم شروع. آقای دکتر شما اسم پروتکل میاری؟ آقای دکتر پزشکیان منم عرض کردم، من شاهد بودم شما خون سرد نشسته بودین، اومدن بردن شما رو وگرنه نمیخواستین. آقای دکتر پزشکیان رو خیلی گرم تشریف بفرمایید. حرفای زیادی هست، روشای زیادی وجود داره، ما کارایی میخوایم بکنیم به صورت تعاونی. حالا نمیخوام بگم چون یهو میگم فردا یهو نشد یه سال دیگه یخه ما رو میگیرن تو اینو گفتی حالا بگویم چیکار کردی. ما انشالله بعد از این که عمل کردیم میگیم این کارا رو. اما جدا از این اتفاق، یه اتفاق دیگه هم امروز برای مسعود پزشکیان افتاد که کلیپ این اتفاق حتی از ماجرای آژیر و خروج پزشکیان هم وایرال تر شد و ماجرای گریه های پزشکیان در اجلاس دیگه‌ای که به عنوان سخنران توش حضور داشت. پزشکیان در جمع پزشکان و داروسازان کشور در روز بزرگ داشته پزشک صحبتهایی رو انجام داد و گفتش که من به خودم مغرور نشدم، من همون آدمی هستم که قبلا بودم، همون پزشکی که در کنار شما بودم. حالا اینکه رئیس جمهور شدم و به پست و مقامی رسیدم دلیل نمیشه که گذشته خودم رو فراموش بکنم. من اومدم برای ریاست جمهوری که بتونم از این طریق به شماها خدمت بکنم. که پزشکیان توی این قسمت از صحبتاش یهو احساساتی شد و بغض کرد و زد زیر گریه و حضارم که این شرایط رو از پزشکیان دیدن اون رو تشویق کردن و خیلی از حضار هم با پزشکیان گریه کردن.
این کلیپ توی چند ساعت اخیر یکی از پربازدیدترین کلیپ‌های شبکه‌های اجتماعی بود و بازدید بالایی رو داشت. خیلی ها اون رو با تیترهایی مثل احساساتی شدن رئیس جمهور توی شبکه‌های اجتماعی قرار دادن. خیلی ها هم اون رو با عناوینی مثل پوپولیس و فریبکاری پزشکیان و عوام فریبیش تیت زده بودن. بریم این کلیپ رو هم از پزشکیان ببینیم و صحبتاش رو در جمع پزشکان و داروسازان در روز بزرگ داشته پزشک ببینیم. تصور نمی کنم که این جایگاه بخواد تغییری در رفتار ما ایجاد کنه، ولی اینجا ایستادیم که بتونیم گره از گره مردم باز کنیم. نمیدونم چرا احساساتی شده. به هر حال من حالا شاید نتونم زیاد حرف بزنم، به هر حال با کمک شما و با همراهی شما ما آنچه که در اختیار داریم از نظر قانونی و باید در اختیار سلامت بذاریم خواهیم گذاشت. خب رفقا، این بودش دوتا از کلیپ های وایرالی که امروز از مسعود پزشکیان توی شبکه های اجتماعی خیلی دیده شد. هم ماجرای آژیر خطر و خروج پزشکیان از سالن مراسم و هم ماجرای گریه کردنش و صحبت های احساسی که در مورد خدمت به مردم و علت رئیس جمهور شدنش انجام داد. نظر شما چیه دوستان؟ به نظرتون آیا سر ماجرای آژیر اتفاق ویژه‌ای افتاده بوده و مشکل امنیتی و پروتکلی برای رئیس جمهور ایجاد شده بوده، یا نه همون قضیه آتش سوزی مختصری بوده که بعد از چند دقیقه هم برطرف شده؟ همینطور نظرتون رو هم در مورد حرکت احساسی پزشکیان و گریه کردنش وسط مراسم سخنرانی هم برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. بهمون بگید چقدر در جهت احساسی بودن رئیس جمهور و چقدر در جهت فریبکار بودنش. نظراتتون رو برای ما کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب به کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.